به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز، از سمرقند و بخارا گرفته تا هرات و دوشنبه و باکو، همه ایرانیان گرامی درود میفرستیم به شما هر جای این کره خاکی که هستین. خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستم. برنامه دیگه رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. مسئله‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم در امروز در این برنامه، راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران که به ویژه در دولت 13 و دولت ابراهیم رئیسی اتفاق افتاد و قوت گرفت، به این مسئله خواهیم پرداخت که این سیاست نگاه به شرق و موضوعی که در دولت 13 بسیار بهش پرداخته شد و از منظر بسیاری از تحلیلگران خیلی خوب بهش عمل شد و جلو رفت، توسط البته وزیر امور خارجه وقت آیه دکتر امیر عبداللهیان، مرحوم امیر عبداللهیان. امروز میخوایم در رابطه با این مسئله صحبت کنیم که دولت بعدی که رأس کار خواهد آمد در قوه مجریه چقدر مهمه که این سیاست رو دنبال کنه و پیش ببره، و آیا این سیاست اصولاً سیاست نگاه به شرق، این راهبرد آیا منافع ملی برای ایران در پی خواهد داشت؟ اگر داره این منافع در کجاها نهفته است، پتانسیل هاش کجاست و چگونه باید عمل بشه؟ در این راستا در خدمت جناب آقای خسرو گلستانی هستیم، مترجم و تحلیلگر سیاسی که امروز فکر میکنم بعد از 3 سال بار دیگه در برنامه حضور پیدا کردن. من خیلی خوشحالم جناب آقای گلستانی که بار دیگه شما رو در برنامه داریم، و اگر اشتباه نکنم فکر میکنم 3 سال پیش ما شما رو در برنامه داشتیم و امروز بار دیگه شما حضور پیدا کردید، دعوت بنده رو پذیرفتید. خیلی خوش آمد میگم به شما و سلام دارم به شما. سلام به شما، درود بر شما و بینندگان عزیز شما، و منم بسیار خوشحالم. البته خب ما همیشه در تماس بودیم از طریق واتساپ و تلگرام اینا، و به هر حال منم بسیار خوشحالم که دوباره این فرصت پدید اومد که در خدمت شما باشم. زنده باشین آقای گلستانی. خب اساسا در سیاست خارجی ایران وقتی میگیم راهبرد نگاه به شرق، هر چقدر مباحث فکری و نظری مورد توجه قرار بگیره، قطعا این راهبرد در اجرا نتیجه بهتری خواهد داشت. همین که ما بتونیم امروز ابعاد نظری اون رو یه جوری تشریح کنیم و درباره ابعاد اون صحبت کنیم، فکر میکنم که این اقدام مثبت و در خور توجه باشه. برای سوال اول آقای گلستانی، ما میخواستیم ببینیم سیاست نگاه به شرق چگونه موضوع بحث کشورهای مختلف از جمله کشورهای جنوب جهانی شده. آیا اصولا سیاست نگاه به شرق محدود به ایرانه، یا رد پای اونو میتونیم در دستگاه سیاست خارجی دیگر کشورها هم ببینیم؟ بله بسیار خوب. من اگه اجازه بدید یه مقدار یه مقدمه کوتاهی در این رابطه مطرح میکنم، و اون اینکه اعتقاد من مسئله نگاه به شرق از خیلی دیرباز، یعنی از زمانی که اولین امپراتوری مدرن یا دوران مدرن بعد از دوران باستانی و میانه، اولین دولت امپراتوری که به وجود آمد پرتغال بوده که اوایل قرن 14، 15 تا همین اوایل قرن 21 این ادامه داشت، یعنی 6 قرن، یعنی طولانی ترین امپراتوری داشت، و آخرین مستعمره امپراتوری پرتغال یا پادشاهی، حالا میتونیم اینجوری هم بگیم، فرامرزی فراقاره‌ای جهان که پرتغال بود تا همین اوایل قرن 21 تا 2002 ادامه داشت، که این مستعمره، آخرین مستعمره‌اش تیمور شرقی بوده که مستقل شد. بعد از اون اسپانیایی‌ها اومدن اواخر قرن 15
بعد خب امپراتوری دیگه بودن، فرانسه، بلژیک، هلند و دیگران بودن و همینطور فرانسه که خب مهمتر بود، ولی از همه مهمتر خود بریتانیا بوده که میگفتن این امپراتوری آفتاب در اونجا اصلا غروب نمیکنه و اینقدر بزرگ بوده، در واقع بزرگترین امپراتوری تاریخ بوده از نظر وسعت. حالا بگذاریم که چه جنایاتی کردن اینا غربی ها. و خب این امپراتوری هم در اواخر قرن 19 هم با رشد آلمان و آمریکا به چالش کشیده شد، ولی به نظر من چالش مهمتر و عمیق‌تر از زمانی بود که در روسیه انقلاب اکتبر رخ داده، برای اینکه اون چالشی که آلمان و آمریکا با بریتانیا داشتن، اون چالش در واقع مبارزه بین قدرت‌های امپریالیستی بوده، ولی دولتی که از دل انقلاب اکتبر در اومد، انقلاب شوروی، انقلاب 23 اکتبر 1917، این دولت خب دولتی که دولت شوروی بوده، این در واقع با امپریالیسم شروع کرد به مبارزه، یعنی امپریالیسم رو به عنوان نماد سرمایه‌داری بزرگ، سرمایه‌داری چند ملیتی، سرمایه‌داری جهانی، اینو به چالش کشیده. یعنی بنابراین حالا خود در واقع اون موقع خب به اصطلاح خود بریتانیا همچنان مطرح‌ترین و بزرگترین قدرت امپریالیستی یا استعماری دنیا بود و این تا اینکه جنگ جهانی دوم شد جایش رو آمریکا گرفت و تا امروز که از خود امپراتوری بریتانیا که در سده های 16-17 اینا شروع شده، از اون تاریخ تا امروز همچنان آنگلو ساکسون ها قدرت جهانی، قدرت برتر جهانی هستن. خب پس معلومه که، و من اعتقاد دارم که امپراتوری در واقع زمانی مسئله نگاه به شرق، گرایش به شرق مطرح شده به خاطر اینکه شرق گهواره تمدن بوده مشرق زمین و همون در واقع پرتغال از دوره امپراتوری پرتغال بوده که این قدرت از شرق به غرب شیفت کرده، جا به جایی صورت گرفته، منتها بعدا هی دست به دست می شد. یعنی بریتانیا حتی یه زمانی واقعی که ایرانی ها با پرتغالی ها می جنگیدن جانب ایران رو گرفت، بخاطرش بخاطر اینکه اون امپراتوری بتونه تضعیف کنه. بعد بنابراین در زمان فکر میکنم سلسله صفویه بود این اتفاق افتاد. دقیقاً بله. بنابراین این مسئله همچنان وجود داشت و موقعی که اینها به قدرت رسیدن، یعنی غربی ها این تمدن رو از شرق گرفتن و از ایران گرفتن و این شیفت کرده رفته تو غرب، تا امروز یه چیز در حدود میشه گفت از زمان، اگر ما قرن 15 رو در نظر بگیریم، بیش از 500 ساله، 500 ساله که غرب بر جهان سلطه پیدا کرده و شرق تلاش میکنه خودش رو از شنگش در بیاره، یعنی برگردونه تمدن رو به همون جایی که بوده. چون واقعیت اینه که تمدن‌های غربی رو شما اگه توجه بکنید، اینا تماما مثلا شما دوره هخامنشی رو که مطرح میکنید مثلا در نظر میگیرید، حتی در تورات اومده اینا ستایش میکنن، از کوروش ستایش میکنن. یعنی درسته اونام جهانگشایی میکردن، ولی شرق دیدگاه دیگه ای داشت، دیدگاهی داشت، فکر میکرد که میتونه اونجا رو مثلا تمدن ببره اونجا، مثلا توسعه بده، نمیدونم بشریت راحت‌تر زندگی کنه. ولی غرب اینجوری نبود، یعنی سیاستش مبتنی بود بر غرب به اصطلاح جنایت و غارت و تجاوز به کشورها. بنابراین اما ما اگر همون در ادامه صحبت خودم که بحث جنگ جهانی دوم بوده، بعد از جنگ جهانی دوم خب اتحاد شوروی ابرقدرت دوم دنیا بود، ولی نمیتونست از پس سلطه آمریکا بر بیاد، مجبور بود خودشو اینجوری جهان رو تعریف کنه که آقا ابرقدرت اصلی دنیا آمریکاست. خب به دلیل اینکه آمریکا حتی یک گلوله بر خاکش فرود نیومده و بعد از طرح مارشال اروپا رو به سلطه خودش در آورد، مستعمره خودش کرد که هنوز ادامه داره و این جنگ اوکراین در واقع برای تمدید اون دوران هست، یه تمدید دوباره این سرسپردگی اروپا به آمریکا. ولی خب شوروی درست به هر حال
خودش اون پذیرفت در واقع تن داد به این قدرت امپراتوری آمریکا، ولی خب همیشه اینو به چالش میکشه، تو جنگ کره، جنگ ویتنام، جای دیگه به جنبش‌های انقلابی کمک میکرد تا اینکه شوروی فروپاشید. فروپاشید آمریکا شد سلطه بلامنازع دنیا، یعنی قدرت بلامنازع دنیا. و اینا بعداً و حتی در سیاست آمریکا بعد از انحلال شوروی مطرح شده که حالا که این فرصت به ما برای ما پدید اومد، فراهم شد، یعنی ما شدیم سلطه بی رقیب دنیا، ما باید به هر شکل اینو حس بکنیم، به هر شکل ممکن. و اونا گفتن به سر در مورد شوروی میگفتن که ما سر اژدها رو له کردیم، که منظور خود شوروی بوده، اما از اینجا و اونجا افعی های سردار آوردن که مزاحمت ایجاد میکنه، ما باید اینا رو هم از سر رو برداریم. این بود که جنگ های به اصطلاح علیه این کشورها اول از یوگسلاوی شروع کردن، البته اول از خود 1992 از جنگ اول خلیج فارس که جنگ عراق بوده شروع کردن، بعد دوباره یوگسلاوی 1999 مطرح شد، بعد 2003 عراق مطرح شد، بعد 2000 قبل از اون دو سال قبلش 2001 افغانستان مطرح شد، 2010 لیبی و همینجوری سوریه و سودان و همینجوری سومالی، همینجوری تمام این کشورها رو اینا تصمیم گرفتن هر کشوری که جلو اینا وایسه اینا رو قرقم کنن. بنابراین این مسئله یه نگاه به شرق، خب بعضی ها زیادی خوشبین به این مسئله هستن، مثلا نیروهایی که چپ هستن میگن که آره این میتونه مقدمه انقلاب‌های سوسیالیستی و فلان باشه، در حالی که به اعتقاد من اصلا انتظاری که چین، ایران، روسیه و برزیل، هند اینا دارن، با ترکیبشون مشخصه که حتی عربستان ترکیبشون مشخصه که این در واقع اینا طرفدار جهان چند قطبی هستن. میگن که این سازمان ملل که به عنوان نماینده در واقع کشورها هست و این بعد از جنگ جهانی به وجود اومده، این دیگه کارهای خودش از دست داده و ما نیاز به یک نهاد بین‌المللی با ترکیب جدیدتری هستیم. یعنی به نظرتون این ترکیبی که الان شکل گرفته بسیار متفاوت تر از اون ترکیبیه که مثلا تا قبل از فروپاشی شوروی ما شاهدش بودیم، منظورتون اینه؟ 100%. آره، چون اونجا هم در واقع بازم دنیا دو تا ابرقدرت بودن، این هر کدوم سعی میکردن نفوذ خودشون رو گسترش بدن و این چیزا، و ولی الان دنیا میره به سمت چپ. ممکنه حالا در نهایت بازم مثلا یه قطب آمریکا وجود داشته باشه، یه قطب چین و روسیه با هم، یا چین باشه و اینا خودشون یه اقماری داشته باشن، ولی مثلا ایران میتونه یه قدرت منطقه‌ای باشه. خیلی از تحلیلگران جهانی هم ایران رو به عنوان هژمون منطقه غرب آسیا میشناسن، غرب آسیایی که 70% انرژی جهان رو تامین میکنه، مهمترین نقطه دنیا هست، به همین دلیلی که انقدر تنش اینجا وجود داره. حالا برخلاف بعضیا فکر میکنه این جنگ سنی و شیعه است، نه، اصلا جنگ ها پشتشون مسئله مالی خوابیده، در واقع جنگ سیاست، ادامه سیاست به سیاست هم دنباله اقتصاده، پس در واقع بس اینه. اما این دنبال نظمی هستن اینا که دیگه این زورگویی وجود نداشته باشه. مثلا ایران میخواد فرض کنید که با چین مراوده اقتصادی داشته باشه، آمریکا میگه نه، من آقای چین، من تو رو تحریم میکنم، ایرانم تحریم میکنم، تو رو تحریم ثانویه میکنم. اینا میخوان یک نظم عادلانه تری وجود داشته باشه که تا این مزاحمت ها برداشته بشه، یه مقدار جنگ ها کمتر بشه، دامنه جنگ ها. البته اگر این جنگی که الان وجود داره داره همجوری گسترش پیدا بکنه، واقعا چیزی از بشریت باقی بذاره، ولی در نهایت اگه این شکلی گرفته، اگه تثبیت بشه، به نظر من خب این جهان عادلانه تری خواهد بود و مردم ایران هم، حالا البته خب این جهان از طرف دیگه داره کارایی تحریم ها رو از بین هم میبره، و یا اینکه آمریکا اگه به کشور حمله میکنه، میبینی کشورهای دیگه هم مقابله میکنن. ما الان مثلا در رابطه با بحث غزه باعث شد که محور مقاومتی که اینجا مطرح شده، ما میبینیم مثلا ایران هست، یمن هست، کشورهای کوچیکی هستن ولی اینا رو گیج میکنن، و یمن هست، حزب الله هست، عراق هست، سوریه هست،
و کشورهای دیگه که دامنشون باز اضافه هم میشه همجوری افزوده میشه. بنابراین اینا دارن در واقع خود آمریکا رو به عنوان قدرت برتر جهانی که حالا این افول داره میکنه اینو دارن واقعا گیج میکنن که آقا ما چیکار بکنیم با این همه نیروهایی که دارن از هر جا بلند میشن. بنابراین این هدف از نگاه به شرق اینی که این هست و متاسفانه در ایران هم بعد از جنگ ایران و عراق یه سیاست ایران کلاً تا همین دولت رئیسی این تمام اون چهار رئیس جمهوری که ما داشتیم هر کدوم دو دوره بودن که میشه 32 سال تمامشون مقاومت کردن و فکر کردن که مثلا ایران میره شاید هم البته فکر کردن ایران میره تو زیر سلطه شرق و از این حرفا در حالی که چنین چیزی نیست واقعا و ایران هم خود آقای خامنه‌ای بارها گفت ما به اینا اعتماد نداریم این اعتماد رو اینا سلب کردن از ما و با خودشون یعنی مثل مسئله برجام که یک نمونه بارز بود و حالا من فکر میکنم حتی یک قرارداد به نوعی تا حدودی استعماری بوده و ایران به این تن داد حتی تن داده اونا باز راضی نشدن و بیشتر از اون هم انجام بده که آقای دولت روحانی مطرح کرده بود که آقا برجام دوم باشه سوم باشه ما انجام بدیم یعنی در واقع تا این حد اینا میخواستن مثلا به اصطلاح رضایت امپریالیسم آمریکا رو اینا جلب بکنن تا مثلا فکر بکنن که واقعا اثر دست از سر ایران برداره در حالی که واقعیت اینه که اینا تحریم بر نمیدارن اصلا ممکنه یه دوره مثلا پشت گوش بندازن خودشون رو به تقافل بذارن مثلا الان که داره ایران مثلا با چین چیز میکنه نفتشو میفروشه ندید بگیرن یه جورایی آره مثل جمهوری اسلامی گاهی وقتا در رابطه با این ماهواره‌ها این کارو کرده خودشون رو به تقافل میدن یعنی به قانون تبدیل نشد که آقا مثلا استفاده از ماهواره آزاده ولی کاری نمیکنن میگن خیلی خوب بذار بکنن اشکال نداره نکته خیلی مهمی اشاره کردن البته فقط برجام نبود ما بارها شده بود که با غربی‌ها مذاکره کردیم و غربی‌ها بلخص آمریکایی‌ها زیر اون صحبت‌ها و اون حرفاشون زدن و مذاکرات رو یه جورایی از بین بردن یا پاره کردن و هر شکلی که بخوایم اینو معنی کنیم و نمونه‌اش فکر می‌کنم زمان هاشمی رفسنجانی بود دوره‌ای که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بودن و آمریکا قرار شد بابت آزادی گروگان‌هایی که در لبنان بودن توسط حزب الله نیروهای آمریکایی گروگان گرفته شده بودن و هاشمی رفسنجانی قرار شد با حزب الله لبنان صحبت کنه اون گروگان‌ها آزاد بشن و بخشی از اموال بلوک شده ایران به ایران برگرده که این اتفاق افتاد ایرانی ها این کار کردن هاشمی رفسنجانی صحبت کرد گروگان ها آزاد شدن اما آمریکا دولت آمریکا بدقولی کرد و اون اموال بلوک شده آزاد نشد و فقط اینو خواستم عرض کنم که برجام نمونه آخرش بود که ما داشتیم بارها شده و حتی در قرارداد الجزایر هم این اتفاق افتاد اما از بحث نمیخوام دور بشم جناب آقای گلستانی خب ما یک سیاست خارجی در دولت 13 داشتیم که همون راهبرد نگاه به شرق بود و میخواستم بدونم چه نقاط قوت و چه فرصت‌هایی برای کشور به ارمغان آورد این نوع راهبرد و اصلا چه لزومی داره که این سیاست در دولت بعدی بخواد ادامه دار بشه یا اینکه ما بخوایم اصلا بدونیم که این سیاست در کشور ما اصلا چقدر تاثیر داره آیا به درد ما میخوره منافع ملی کشور تقویت میکنه سرمایه گذار وارد کشور خواهد شد به نفع مردم ایران خواهد بود حالا چه از نظر اقتصادی چه از نظر امنیتی و غیره یا حتی بحث کوریدورها از نظر چون میدونیم بخشی از این جنگی که در سطح جهان داره اتفاق میفته و شما صحبت کردید و این شکلگیری هندسه جدید توزیع قدرت و ثروت در جهان و بخشیش بسته به اتفاقاتی که در رابطه با کوریدورها داره میفته میخواستم کمی در رابطه با این مسئله برمون توضیح بدید که چه فوایدی داره اصلا نگاه به شرق برای کشور ما برای مردم ما چه مزیت‌هایی داره بله
خب یه مقدارش من توضیح دادم در اون صحبت مقدماتی خودم که در واقع این مسئله ناگاه به شرق یک جوری فقط به خاطر ایران، یعنی در واقع به نفع ایران نیست، به نفع بشریت، به نفع تمام کشورهاست که یه نظمی وجود میاره که یکی به عنوان آقا و سرور دنیا با تکبر و غرور مثل آمریکا اینا هی به قول معروف که نسخه تعیین نکنم برای ما که اگر این کار نکنی ما این کار میکنیم. مثلا شما در رابطه با یوگسلاوی مسئله کوزوو، در کوزوو یه چیزی براتون بگم که واقعا خیلی دردناکه. ببینید در کوزوو یک سری آلبانی تبار هستن اونجا، استان هم آلبانیا هم کوزوویا بیشتر مسلمونن، آلبانی تبار هستن اصلا خودشون، یعنی یک اقلیتی در کوزوو هستن خودشون. کوزوو یک از استانهای یوگسلاوی بوده. خب در اونجا اینا تظاهرات کردن، فقط اصلا رفراندومی برگزار نشد، تظاهرات کردن آلبانی تبارها که اینجا رو ما استقلال میخواییم، یعنی کوزوو رو باید مستقل بشه، جدا بشیم. ما غربی ها چیکار کردن؟ گفتن که خب این زمانی بود که شوروی تازه فروپاشی بود 7-8 سال و بی نهایت خودش ضعیف بود و امپریالیسم آمریکا دیگه به شدت احساس غرور میکرد به خاطر اینکه هیچ رقیبی نداشت که مثلا جلوش بایسته و میدونست که اگه به هر کشوری تجاوز بکنه نه چین اعتراض میکنه مثل امروز، نه روسیه اعتراض میکنه، نه ایران و نه کشورهای دیگه. اینا اومدن گفتن به رئیس جمهور یوگسلاوی گفتن که آقا به اینا استقلال بده. گفت برای چی؟ مگه اونجا رفراندوم برگزار شد؟ اینا یه تظاهرات کردن. گفت نه، شما اگه این کارو نکنید ما به شما 2 هفته مهلت میدیم، اگه این کارو کردید، نکردید ما خودمون میایم این کارو میکنیم. که بعدن 78 روز شبان روز اومدن این بلگراد و جای دیگه رو بمباران کردن، این کشور رو برگردوندن به دوران قرون وسطی، نه آب بوده، نه غذا بوده، نه برق بوده، یک چنین وضعی به وجود آوردن اونجا. خب بعدن هم آخر این کشور رو 6-7 تیکه کردن. خب ببینید این وضعیت خب فقط برای مردم یوگسلاوی نبود، برای ما هم که اینا رو میدیدیم، این صحنه ها رو میدیدیم تو تصویرها، میگفتیم آقا چرا اینجوری؟ آقا دنیا اینکه دنیا نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه که کشوری اون بالا باشه مثل یک کت خدای بیرم بگه آقا هر چی که من میگم روسیه باید همون کارو بکنه، هر چی که من میگم مثلا روسیه باید نمیدونم فلان لباس رو بپوشم، فلان غذا رو بخورم و نشود من اینا رو نابود میکنم. این که نشود که آخه. بنابراین این به نفع بشریته، به نفع فقط ایران نیست. اما برای ایران چه حسی داره؟ خب اگر این الان مثلا ایران وارد پیمانهای منطقه‌ای شده، تو بریکس وارد شده، توی شانگهای، توی مجمع اقتصادی اوراسیا وارد شده، خب کشورهای همسایه وارد چی شده، در حالی که این کشورها کشورهایی هستند که در واقع کسایی که عضو شانگهای هستن اینا برای همین نظم جدید دارن تلاش میکنن، یا بریکس هم برای همین نظم جدید داره تلاش میکنه که مثلا خود پیمان شانگهای یک پیمان امنیتیه. در اونجا خود رئیس جمهور چین همین 2 سال پیش 3 سال پیش بکنم بوده که 2 سال پیش همین زندانگی آزادی که مصادف با همون روز بود، که در واقع همون روزی بود که آقای رئیسی در اونجا حضور داشت در اجلاس شانگهای، خب که میخواست ایران عضو شانگهای بشه. این جریان زندانی آزادی همون روز شروع شد، یه چیز عجیبه، همون روز شروع شد و مشخص بود از اول که این جریان مشکوکه به خاطر اینکه اینا نمیخواست اونجا بره. و در اون همون اجلاس آقای شی جین پینگ سخنرانی کرد که ما نمیذاریم کشورهایی که عضو به اصطلاح پیمان هستن در اینجا انقلاب‌های رنگی انجام بشه، بهشون تجاوز بشه، نمیدونم کودتا بشه، فلان بشه. خب اینا از مزیت‌های عضویت در این پیمان‌های منطقه‌ایه. از طرفی الان تو بریکس هم الان حالا حرفش هست، هنوز ایران خودش یک پیشنهاد کننده است که یه ارز جدیدی در اونجا ایجاد بشه که کشورهای عضو بریکس هستن، یعنی در واقع اون سویفتی که آمریکا با قلدری رهبری میکنه، نمیذاره ایران مثلا صادرات میکنه پولاش رو بگیره و پولای ایران بلوکه میکنن، مثل مثلا یه کشور به قول معروف که کوچولویی
مثل کره جنوبی به ایران زور میگه به خاطر پشتوانه آمریکا، این از مزیت‌های اونه. یا مثلا میتونه ایران، الان چین هم عضو پیمان بریکس هم هست، خب هند هم هست، ما همین دو تا مشتری رو داشته باشیم برای نفت و گاز خودمون کافی برامون. خب بنابراین اینا در واقع تأثیر میذاره برای اینکه اون تمهیداتی که آمریکا، اقداماتی که آمریکا علیه کشورها میکنه از جمله کشور ما، مثلا به عنوان از ابزار تحریم میخواد استفاده بکنه، حالا ایران میتونه بگه آقا باشه تو اینقدر تحریم کن پدرت در بیاد، ما توی یک جریان دیگه هستیم، تو دیگه نمیتونی مثلا اونقدر تاثیر داشته باشی روی این تحریم ها. یا ما دیدیم که تحریمی که بعد از حمله 18 سالانه آمریکا به اوکراین شده، این تحریم ها عملا برگشته به خود اروپای غربی. اینا از تاثیرات این جریاناته که بعدا ما اثراتش رو میبینیم. و خب حالا قرار بود که یک سری سرمایه گذاری تو کشور ما انجام بشه و من اعتقاد دارم این در واقع به خاطر همون مافیای اقتصادی که در ایران وجود داره، اینا بالاخره نفوذ دارن در دولت ها، از جمله در دولت رئیسی. خب دولت رئیسی گام های بسیار مهمی برداشته و بسیار در آینده اینا اثراتش ما میبینیم که ایران رو وارد این پیمان های منطقه‌ای کرده و تلاش های دیگه هم کرده، اما اونطور که باید نتونست واقعا نشون بده که اینا چه تأثیری بر سفره مردم داره. به خاطر چی؟ این کشور اگه قراره که در ایران رشد بکنه، باید در این کشور سرمایه گذاری بشه. و چین، خب ما یه قرارداد 25 ساله باشون بستیم، ولی ما عملا نمیبینیم که این مثلا چه اتفاقی داره میفته. این پشت 400 میلیارد تا میگن 600 میلیارد دلار ثروت خوابیده. خب با روسیه هم همینطور، هم این هیاهو را میندازن که آره ایران رو چین بلعیده، از بچه 10 ساله تا یک مرد 60 ساله، زن 60 ساله میگه آره چین تمام ماهی های خلیج فارس هم رو برده. خب اینا از کجا میاد؟ یا در مورد روسیه همینطور، یا روسیه قبل از اینکه همین جنگ اوکراین پیش بیاد، یا این روابط ایران و روسیه تی یکی دو در دوره دولت آقای رئیسی گسترش پیدا بکنه، حجم مبادلات تجاریش همش 2 میلیارد بوده. یعنی این همه حیاهو برای 2 میلیارده، اصلا یعنی پولی نیست 2 میلیارد. شما اصلا الان برید، بینندگان شما میتونن سرچ کنن ببینن حتی خود آمریکا با چین چقدر مراوده اقتصادی دارن. یعنی با همدیگه در سطح بیش از 1 تریلیون دلاره، بیش از 1.5 تریلیون دلاره حتی با اون. ولی به معنی که ایران میخواد در ایران، چین میخواد در ایران سرمایه گذاری کنه، روسی میخواد در ایران سرمایه گذاری کنه، غرب هم که نمی کنه. خب اینا میخوان بکنن، سریع یک سری هستن اینجا وسط سر صدا رو میندازن، وای ایران رفته توی اردوی شهر زینه میدارن توی زیر بلیت اینا و نمیدارن مستعمره شهر شده، این حرفا چی چیه؟ اما در بحث کوریدورها من فکر میکنم که بله ایران، خب صدای شما رو من نمیشنوم، صدای شما رو نمیاد، من فهم کنم مایکم بسته بود. من دیدم شما اشاره کردید به این که خب یه سری هستن که شلوغش میکنن، به حال تو رسانه های مسئله مطرح میکنن که بچه 10 ساله تا یک زن 60 ساله این صحبت ها رو میکنن. بنده هم دیدم که این حرف ها رو میزنن توی فضای مجازی توی رسانه ها، اما میخواستم اینا چه نیروهایی هستن، یا بهتر بگیم اینا چه جریان هایی هستن که مخالف این روند هستن، این راهبرد نگاه به شرق و مخالفت میکنن باشون و حالا بستری ایجاد میخوام بکنن که یک جوری بتازن به این حرکت، به این سیاست و با دروغ پردازی، شایع پراکنی بخوان این روند رو یه جوری مختل بکنن. این جریان ها چه کسانی هستن، چه گروه هایی رو در بر میگیرن؟ آفرین، این سوال بسیار مهمیه. به نظر من خب تقریبا مشخصه که رهبری کننده این جریان که از جمله در رسانه‌های خارجی خارج از ایران، از جمله به زبان‌های دیگه، آمریکا، اینا همه، نه اینکه لزوما همه فارسی باشن، نه، یک تلاش همه جانبه داره از طرف غرب صورت میگیره که این روند شرق‌گرایی مختل بشه.
روند شرق‌گرایی یعنی همون شکل‌گیری نظم جهانیه. یعنی یکی از اشکال شکل‌گیری نظم جهانی نبرد برای کوریدور هاست. و ما الان مثلا فرض کنید که در ایران همین ژانویه امسال که میشه دیماه 1402 تازه بعد از کلی مذاکره یک دو ساله این راه ریلی آستار و رشت در ایران شروع به کار کرده. این اصلا چند دهه تو ایران تو جریان بوده این مسئله که باید این به وجود بیاد، اما دولت‌های قبل از رئیسی همه مقاومت کردن، نکردن این کار رو. چرا؟ چون اینا میدونستن که اگر این راه به وجود بیاد یعنی ایران دیگه رفته به سمت شرق. حالا جالبه که اینا خودشون شرقی هستن، ولی به جایی که خوشحال باشن که دنیا میره به سمت شرق، میگن نه، ما باید بریم به سمت غرب. خب همونطوری که در خصوص حاکمیت دلار در ایران اینقدر پافشاری میکنن، خب همه اینا به خاطر اونه. بنابراین اینا مقاومت کردن و این 160 کیلومتر یعنی واقعا اگه کار جدی بخواد در عرض چند ماه میتونه انجام بشه. همین الانش هم یک پروژه تبدیل شد به یک پروژه 3 ساله. برای من سوال میگم چرا 3 سال 160 کیلومتر راه ریلی چرا باید اینقدر طول بکشه؟ و این در واقع همونطوری که خود دانشمندان علوم سیاسی جهان میگن تو ایران رو، ایران دروازه 4 راه جهانه، یعنی میتونه تمام شرق و غرب و جنوب و شمال جهانی رو با هم دیگه متصل بکنه. خب این اگر این ریل به اصطلاح این راه ریلی به وجود بیاد از سن پترزبورگ حتی بالاتر بریم، از فنلاند تا سن پترزبورگ، از سن پترزبورگ میاد وارد ایران میشه، میره تا چابهار و بندر بمبئی، یعنی تمام این نقاط رو این چون بقیه راه‌ها در بقیه مسیرها راه ریلی وجود داره، این قسمت وجود نداره. این قسمت اگه وجود بیاد عملا از فندان تا بمبئی راه به وجود میاد و این از داخل ایران عبور میکنه و این میتونه مثلا صدها هزار شغل ایجاد بکنه، میلیاردها درآمد سالانه برای ایران داشته باشه. بنابراین این مهمترین مسئله ای که ایران غرب مقاومت میکنه، حتی در رابطه با همین توطئه‌هایی که در رابطه با تنگ زنگزور به وجود اومده بود، همه اینا برای این هم بوده، اینا همه که ایران نتونه چنین فرصتی پیدا بکنه. چرا؟ چون ایران یه قدرتیه که به نظر من همون آمریکاییه در مثلا در یک به اصطلاح در یک ابعاد کوچکتر، چه به لحاظ آب و هوایی، چه به لحاظی که نفت و گاز داره، استعدادهای تاثیر کرده داره و خب این کشور میتونه به طور جهشی به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل بشه. بنابراین حالا اینا نیروهای کی هستن؟ خب مسلما یک سری هستن که نیروهایی که طرفدار اون هستن، مثلا در باز تلویزیون بی بی سی مثلا مطرح. خب معلومه که این پروژه باید از غرب بخش مهمی از سرمایه گذاری که غرب میکنه برای حفظ هژمونی خودش در رأس آمریکا، البته من میگم اینا، خب کار روی رسانه هاست که رسانه هایی رو تربیت میکنن اینا که سخنگوی اینا بشن. بنابراین خب بی بی سی طبیعیه دیگه. خب بی بی سی حالا اینا، من تو انگلیس به هر حال مقیم اونجا هم هستم، اقامت اونجا دارم، اینا ادعا میکنن که مثلا یک رسانه مستقله. نه خیر، اصلا بی بی سی رو بی بی سی فارسی جزئی از بی بی سی جهانیه، بی بی سی کله، بی بی سی یک شرکته. یعنی فقط در واقع شما دو تابعیتی محسوب میشید و در انتخابات نمیتونید نامزد بشید. نه آره نمیتونم رئیس جمهور بشم. آره به هر حال اینی که اونجا، خب این بی بی سی در واقع چیکار داره میکنه؟ بی بی سی اصلا رئیسش قبلا ملکه تعیین میکرد و الان پادشاه چارلز تعیین میکنه. بنابراین خب اینا باید بی بی سی سیاست امپراتوری بریتانیا رو چیز پیش ببره که اونم در پیوند با چیه؟ در پیوند کاملا همبسته با امپریالیسم آمریکاست، چون اصلا روابط بین انگلیس و
بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به روابط ویژه، special relations. اینا اصلا این اصطلاح رو خودشون به کار میبرن. بنابراین هیچ اصلا به طور بدیهیه که اونا انگلیس باید چنین وظیفه ای داره و ایران یک کشور بسیار مهمیه و الان خب تبدیل شد به اعتراف خود غربی ها، تبدیل شد به هژمون منطقه، به قدرت برتر منطقه خاورمیانه، منطقه بسیار بسیار حیاتی. خب اینا یک سری استخدام میکنن، این کارو میکنن، بعد در درون ایران هم خب یک سری طرفدارانی دارن اینا، چون در درون حکومت ایران از ابتدای انقلاب تا الان نبرد کبرکه وجود داشته، یعنی فقط بر سر نظم چند جانب گراو و چند قطبی و یا نگاه به شرق نیست، یک نگاهی در درون یک جریانی در درون حکومت ایران بود که تلاش میکرد همیشه به سمت غرب بره، این پیوندش رو حفظ بکنه. اینا میگفتن خیلی خوب، ما فقط با شاه مخالف بودیم، شاه رو سرنگون میکردیم، دیگه چی میخواین؟ با آمریکا چه مشکلی داریم؟ ما مشکلی نداریم. یک سری دیگه بودن گفتن نه، ما میخوایم کشور مستقل باشیم، ما نمیخوایم از آمریکا فرمان ببریم، ما قبلا خودمون یه امپراتوری بودیم، حالا نمیتونیم یک کشور جعلی مثل آمریکا با 250 سال سابقه تاریخی بیاد چیکار بکنه، بر ما فرمان صادر کنه، به ما مثلا بگه که آقا چیکار بکنه چیکار نکنه. خب اینا یک سری اینا هستن. اما در مقابل این جریان غربگرای داخلی خارجی یک جریان چپ وجود داره، چپ وجود داره، اونایی که چپ سوسیالیستی بودن، که امروزه بخشی از اینا شدن پادوی امپریالیسم آمریکا. اصلا شما رهبر فرمانده ناتو آقای ینس استولنبرگ یا آلمانیا میگن استولنبرگ، این آقا خودش یه چپگرا بوده، الان فرمانده ناتوه. حالا دیگه باید من دوستایی دارم که با من زندان بودن، با من زندان بودن و اینا از ناتو حمایت میکنن الان، یه ناتو رو به عنوان یه نیروی رهایی بخش میشناسن. خب ما در خود ایران هم داریم بسیاری از اصلاح طلبان همین تجربه رو داشتن دیگه، بسیارشون چپ بودن تا قبل از فروپاشی شوروی، بعد از فروپاشی شوروی در خدمت، حالا نه در خدمت امپریالیست، ولی بسیار تلاش میکردن که بتونن رابطه نزدیکی با آمریکا داشته باشن. دقیقا بله. حالا مجاهدین که یک گروه دیگه هستن، دیگه اصلا قبطی نداره باشه صحبت میکنی. من خب تو اروپا بودم، به بعضی از اینا صحبت میکردم، یعنی در مسافر برحال من اونجا هم زندگی میکنم دیگه، و اینا جز افتخارات خودشون میدونستن، میگفتن این قدرت مجاهدین نشون میده که مثلا آقای پومپو میاد تو آلبانی برای ما سخنرانی میکنه یا جان بولتون. خب اینا رو اصلا ننگ نمیدونن که چیز، جز افتخارات میدونن. یا شما اگه تو تصویر اینترنت بگردید، تصویر خانم مریم رجوی رو اگه ببینید که قراره که دستگولی تقدیم آقای مارک پومپو بکنه، مارک پومپو که رهبر CIA است، رهبر CIA بوده، و حالا بماند که دستش به خون سردار سلیمانی هم آغشته است، در ترورش نقش اساسی داشته اینا و همکاری موساد و فلان اینا. خب اینا در واقع اینجوری شدن، یعنی در واقع اینا یک جریاناتی هستند، یعنی چپ، بخشی از چپ فوق العاده منحرف شده، انحراف ساختاری پیدا کرده. همه اینا به خاطر اینه که مسئله آزادی رو اینا چیکار میکنن؟ برجسته میکنن و تعریف درستی از آزادی هم ندارن. من یک نفر رو میشناسم که اونم چپ بوده و یک شبی با هم دیگه صحبت میکردیم یه جایی، باور کنید که اون اومده بود مهمونی من، من بهش گفتم آقا از خونم برو بیرون، از خونم برو بیرون، گفتم دیگه هم نمیخوام. بعد چند سال اومده بود این چیزا. چرا؟ من میگم برای من فقط آزادی مهمه. به من میگه که چرا به تمامیت ارضی ایران انقدر چرا حساسیت داری؟ مثلا ایران بشه 50 دیگه که مهم نیست اصلا. گفتم واقعا برات شوخی داره میکنی؟ گفت نه واقعا اینجوریه. بعد جالبه که گفت به نظر من آمریکا که کار درستی نمیکنه، یک کار درست کرده، اونم ترور سردار سلیمانی بوده. خب اینا در واقع اینا خب، اما یک بخش دیگه هست که الان هم اخیرا یک چند ماه
اعلام حضور کرده در ایران، در ایران، و من بسیار خوشحالم. خب یک سری ایران هستن، یک سری خارج کشور هستن، اینا خودشون چپ ضد امپریالیست میدونن، یعنی کلمه اصرار دارن که آقا ما چپ ضد امپریالیستیم، چون چپی که ضد امپریالیست نباشه چپ نیست هستن. و در درون اینا نیروهایی هستن که هم توشون سوسیالیست هم وجود داره، مارکسیست وجود داره، مذهبی هستن، غیر مذهبی هستن، حتی نماینده مجلس هستن توشون، نماینده مجلس هستن توشون، نماینده مجلسی که طرفدار عدالت و اینا هستن و مبارزان ضد امپریالیست حساب میشن. بنابراین اینها هم بخشی از اون جریاناتی که عرض کردم، اونها هم در واقع خودشونو در چارچوب امپریالیسم آمریکا تعریف میکنن. میگه آقا این امپریالیسم آمریکا رو ما حریفش نمیشیم، بذار باشه، این ما نباید باش مبارزه کنیم، ما اثراتش رو در غزه دیدیم، این همه قتل عام شد، چه اتفاقی افتاد، آیا رژیم مثلا آیا اسرائیل نابود شد، اینا اینجوری هم اینجوری توجیه میکنن. خب بنابراین اینا در واقع تلاش میکنن که این وضعیت به نفع، شاید بعضی از اینا واقعا آگاهی نداشته باشن. البته من اعتقاد دارم که یک علت دیگه هم داره، یک علت دیگه اینه که اینا مسائل رو در ایران به قول معروف اردوگاهی نگاه میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن که خیلی خوب، جمهوری اسلامی فرض کنید که آمریکا باش دشمنه، پس آمریکا دوست ماست، یا با حساب ریاضی این کار میکنن که مثلا دشمن تو دوست توه، اینکار مثلا میگه مثبت در مثبت میشه منفی، چی میشه مثبت، منفی در مثبت میشه منفی، در حالی که این گره مثلا دشمن دوست شما میشه دشمن شما. نه خیلی اینجوری نیست، سیاست خیلی چند وجهیه، خیلی پیچیده است، اصلا مقوله به پیچیدگی سیاست در دنیا وجود نداره اصلا. و سیاست برای اینه که شما برای اینکه به مبارزه برسیم دنبال متحد باید بگردیم، متحد گاهی وقت متحدهای خیلی دیرپا و استراتژیکن، بعضی تاکتیکی هن، موقت هن، مشکوک هن، متزلزل هن. شما از هر متحدی باید میگه آقا 10 قدم این با من میاد بذار بیاد، باید با اینا بسازید، با اینا بسازید تا بتونید اون نیرو به اون نیرویی که در واقع دشمن اصلی شماست اونو در واقع به حساب برسید، بتونید به صلاح اونو از اون موقعیتی که هست در واقع ساقطش بکنید یا به هدف خودتون برسید. بنابراین متاسفانه حتی در رابطه با مسئله ریاست جمهوری هم همین داستان وجود داره. یعنی اینا مثلا یا خب بله ما منتقد سیاست آقای مثلا آقای رئیسی هم هستیم، همونطوری که از بعضی کاراش دفاع هم میکنیم، نمیگیم که حالا همه کاراش درست بوده، نه خیر، یکی از مسائل اصلی که وجود داره میگیم آقا چرا این قراردادهایی با روسیه که مثلا قرار شد 40 میلیارد اینجا سرمایه گذاری بکنه به فقط 6.5 میلیاردش قراردادی شده به بقیه‌اش هنوز در حال مذاکره است، تا کی میخواد عملی بشه؟ یا تفاهم‌نامه 25 ساله ایران چین که 400 تا 600 میلیارد دلار پشتش سرمایه خوابیده، چرا این کارو نمی‌کنید در حالی که کشورهای عربی این همه فعالن؟ حتی اونها که در بلوک غرب هستن، اونها هنوز جوهر قراردادشون خوش نشده سریع اجرایش میکنن، ولی ایران هی سنبالش میکنن. خب بنابراین یعنی معتقدین یک جریان‌هایی در داخل حکومت وجود داره که مانع میشه و نمیذاره این مسائل جلو بره، این نگاه به سمت شرق نمیذاره که جلو بره، پیش بره. بله دقیقا همینجوریه. یک یک مافیای اقتصادی داریم که واقعا یک رئیس جمهور بسیار قاطع و میتونم بگم بیرحم در واقع نیاز هست، یعنی 2 نفر از اینا رو بندازه زندان، واقعا زندان بکشن، نه اینکه زندان برن اونجا زندان بشه تبدیل به هتل بشه اونجا و برای خودشون اونجا کارگر دارن، کلفت دارن، فلان دارن، امپراتوری میکنن در داخل زندان، بعد زندانشون بخشیده میشه میان بیرون، همه رو سنبل میکنن. اگه بیا 5 نفر از اونا رو اعدام بکنن اینا آدم میشن. خب متاسفانه این سهرنگاری ها انجام میشه و اونطور که باید کار پیش نمیره. در درون خود دولت هم خب شما میدونید که تعداد قابل توجهی شد 50%
40-50% وزرای دولت مرحوم رئیسی همونایی بودن که در دولت احمدی نژاد بودن. خب ما یه چیزای جدیدتر میخوایم، یه چیزایی میخوایم که مستقلتر باشن، مترقیتر باشن، واقعا انقلابی باشن، نه اینکه فقط ادعا بکنن، انقلابی باشن، عدالت‌خواه باشن، زحمت بکشن و چنین چیزی باید باشه. حالا حتی همین دولت رئیسی همین اقدامات رو انجام داده، همین الان در واقع همون جریان غربگرا و متحدشون اون چپنما ها دارن تلاش میکنن که این دولت رئیسی هم رو کار نیاد. حالا ممنونم آقای گلستانی. حالا ما بخوایم یکم یک مسئله ای هست، طرح موضوعی هست که تو این سالهای اخیر به ویژه در این تغییر نظم جهانی دربارهش صحبت میشه. مهمترینش اینه که یعنی یکی از مسائل مهمی که خیلی زیاد هم مطرح میشه در سیاست نگاه به شرق، نوع توازن و برابری طرفین در این سیاسته. یعنی این روابط از موضوع برابر خواهد بود یا نه؟ یعنی بر فرض مثال ما فردا ببینیم آمریکا تبدیل شده به قدرت دوم و سوم جهان و چین یا روسیه شدن قدرت اول جهان و ابرقدرت جهان، اینجوری فرض میکنیم، آیا شرق هم همانند نظام سلطه غرب در برقراری یک نظام نامتوازن و نابرابر به نفع هژمونی خودش عمل خواهد کرد یا خیر؟ ما چون یکی دو تا نمونه در همین چند سال اخیر دیدیم، به ویژه مثلا در رابطه با تمامیت ارضی ایران در بیانیه‌های روسیه و چین همراه با مثلا شورای همکاری خلیج فارس که اومدن تمامیت ارضی ایران رو در جزایر سگانه ایران زیر سوال بردن، یکی دو نمونه شد دیدیم. آیا در این خصوص بسیاری نگرانن، یعنی که خب این نگاه به شرق باعث میشه که ما از دامن غرب بیفتیم وارد سلطه‌ای بشیم که هنوز سلطه نشده ولی ممکنه در آینده نزدیک این اتفاق بیفته؟ این نگرانی رو شما چگونه پاسخ خواهید داد؟ بسیار عالی. اولا که من در رابطه با همون برخوردی که در رابطه با این جزایر سگانه ایران مطرح شده بود، تا اونجایی که من یاد دارم، که فکر میکنم درست یاد دارم، هم چین هم روسیه فقط به اون مجمعی که اونجا به وجود اومد، جلسه اجلاسی که وجود داشته و اونا در واقع میخواستن یک مزه دهن اینا رو بشنون و که اینا چی میگن، در واقع اونا انداختن وسط که در واقع یک امتیازی بگیرن یا از اون بر به غرب هم به آمریکا و اینا بگن که ببینید ما راحت با اینا به چالش اینا رو به چالش میکشیم، حرف خودمون رو میزنیم، این چیزا. ولی هم چین هم روسیه هیچ کدوم حق رو به اینا ندادن. تنها حقی رو که به اینا دادن گفتن که خب شما میتونید اینا رو در مجامع بین‌المللی مطرح بکنید. یعنی نگفتن که مال شما راست میگید، مال شماست. گفت تنها حقی که بدون گفتن اینو میتونید، مثلا این قابل گفتگوه. با ایران هم البته در همون مرحوم آقای عبداللهیان درست گفته، و اصلا این قابل گفتگو نیست. خب اینجوری هم پاسخشو داده. بنابراین همین رو می‌خواستم بگم، تمامیت ارضی کشور اصلا قابل گفتگو نیست. مثلا چین بیاد از خودش مایه بذاره، مثلا تایوان رو بگو بیاد مثلا گفتگو کنه با آمریکا که بخواد مسئله‌شو حل کنه، این یه چیزایی از قابل گفتگو نیست، مثلا تمامیت ارضی کشور. دقیقاً. آره خب مسلما هر کشوری برای یک منافع ملی داره اکبرداری اینا میگن خیلی خب یه حرفی حالا ما میزنیم که اینا این، چون به خاطر اینکه چین و روسیه براشون بسیار مهمه که بتونن کشور عربی رو جذب قدرت خودشون بکنن، این از چنگ آمریکا بگیشن بیرون، میگن پیش خودشون احتمالاً گفتن خب حالا ما این جمله رو میگیم، ولی خب نگفتن که مثلا مال شماست، شما حق دارید، این جزای سیگانه مثلا آقای امارات مال شماست. گفتن خیلی خب میتونید برید مطرح بکنید در همین حد که آقای ابرایان، آقای امیر عبداللهیان هم خب درست جواب دادن، گفتن این اصلا قابل گفتگو نیست، یعنی سریع اعتراض شدید کردن و همین مسئله است. حالا ما فرض کنیم که به قول شما فرض کنیم که مثلا در آینده اینا بشن مثلا قدرت‌های جهانی، خب ما مبارزه می‌کنیم مثل همین الان که داریم مبارزه می‌کنیم،
مگه الان ما اصلا هیچ مشکلی با چین و روسیه نداریم؟ اگه پیش بیاد ما مثلا حرفمون رو میزنیم. اما میگیم در مجموع این نظمی که داره شکل میگیره به نفع تمام بشریته، به نفع ایرانی هم هست، به نفع روسا هست، به نفع برزیل هست، کوبا هست و خیلی کشورهای دیگه که الان در واقع چند ماه پیش، یعنی مثلا یک چیز 18 ماه پیش خود مجله نیوزویک بوده گفته بود که الان فقط 13% کشورها هستن که دولت ها هستن که از آمریکا پیروی میکنن، بقیه نمیکنن. خب این یک شیفت جهانیه. در واقع در رابطه با مسئله اوکراین گفت اینجوریه، گفت نهایتاً 13% 13%. خب بنابراین این وضع داره میره جلو و ما الان این سرکشیه که مثلا شما 10 سال پیش تصور بکنید یا 1990 رو در نظر بگیرید، یمن آیا میتونست واقعا بیاد به ناوهای آمریکا حمله بکنه با موشک؟ اصلا خاکسترش میکردن در عرض یک بمب اتم میداختن اونجا. اما الان این کار نمیتونن بکنن، میگن چون فقط یمن نیست، آخه اون بلند میشه، این بلند میشه. یعنی این اعتراضات جهانی همه بیانگر این مسئله است که دنباله که همون جنوب جهانی که در ابتدای صحبتون فرمودید، اون جنوب جهانی خواستار یک نظم جهانی عادلانه تره و به نظر منم ایران باید همین سمتی که رفته، به تازه کم رفته، باید جدیتر بره جلو، چابکتر باشه و واضحیت بیشتر داشته باشه و این و واقعا باید از دولت آینده، نباید دولتی باشه که مثل دولت آرژانتین همه چی رو به هم بزنه و بعد بگه آره ما اصلا مسیحی نیستیم و دین رسمی ما یهودی است و اصلا ما پول پزو خودمون رو میذاریم کنار پزو نمیدونم چی اینا، دلار رو میکنیم به قول ارز خودمون و داستانهای دیگه. خب چه بسا یه دولتی دیگه تو ایران یه چنین دولتی رو کار اومد و خیلی مواظب بود در این رابطه. یعنی در واقع در بحث گسترش روابط خارجی، یعنی ما باید اون نگاه به شرق رو همیشه داشته باشیم در سایه اعتماد به نفس و تکیه و یه جوری تکیه به ظرفیت‌های ملی بتونیم اونو پیش ببریم، اونجوری که من از صحبت‌های شما متوجه شدم. یعنی نگفتن به هر نوع سلطه، چه از نوع غربیش چه از نوع شرقیش، و استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی و عدم قبول سلطه از سوی کشورهای خارجی. بله. به نظرم اینو خدمتتون بگم، بله درسته، کاملا حرف شما درسته، ولی ما یه مقایسه‌ای بکنیم. مثلا فرض کنید که چین آیا هیچ وقت به ایران میگه که من با شما مثلا میخوام فرض تفاهم‌نامه 25 ساله رو که میخواست امضا بکنه و ایران الان سهرنگاری میکنه، آیا اونا گفتن مثلا شما باید برنامه هستی؟ نه، سوء تفاهم نشه. امروز من عرض نکردم، در آینده رو مطرح کردم که همون بر فرض مثال اگر اتفاقی بیفته در صحنه جهانی و تغییراتی ایجاد بشه، بر فرض مثال اگر سوریه، روسیه یا چین اگر بخوان همانند آمریکا دست به سلطه طلبی بزنن، ایران باید باز برگرده به همون سیاستی که به نظر من اون شعار ابتدای انقلاب، نه شرقی نه غربی، که البته اون شعار برای زمانی بود که خب بلوک شرق و غرب در جهان حضور داشت و شوروی همچنان بود و یک دو قطبی حاکم بود بر جهان. اما در آینده عرض کردم که این اتفاق اگر بخواد بیفته، ایران باید چه سیاستی رو در پیش بگیره. کاملا درسته، کاملا من اینجا دیگه مخالفت نمی کنم، کاملا باش موافقم، ولی خب هرچند اون شعار نه شرقی نه غربی در واقع بیشتر غربی بوده و کلا کشور باید به سمتی بره که خب حتی ما با آمریکا مشکلی نداریم، با اونا هم باید رابطه داشته باشیم، با اروپا هم داشته باشیم، اونا نمیخوان داشته باشن. خب یعنی شروطی تعیین میکنن که خب ایران نمیتونه میگه آقا من میخوام کشور مستقل بشم، در این کشور انقلاب شده بر اساس مهمترین شعار انقلاب استقلال بوده، بنابراین ما بخوایم مستقل باشیم نمیتونیم مثلا شما از چی میگید گوش بکنیم. ما نظر خودمون رو اگه مخالفت داشته باشیم میگیم و سیاست خودمون رو پیش میبریم. حالا اگه جاش رو بقول ما رو بخواد یه روزی شرقی ها بگیرن، خب معلومه که ما باید همین سیاست رو در پیش داشته باشیم.
دقیقاً. و این غربگرایی به نظر من مسئله امروز و دیروز نیست و تاریخش برمیگرده به صدر مشروطیت اگر اشتباه نکنم، که ریشه هاش برمیگرده به اونجا که ما تغییزاده ای رو داشتیم که میگفت از موی سر تا ناخون انگشت پامون باید غربی بشه، و از اونجا این غربگرایی پمپاژ شد و رسید به امروز و کسانی که شما اشاره کردید، جریان هایی که وجود دارن و خیلی علاقه مندن که ما یک تجربه بعد مثل برجام یا دیگر تجربه هایی که عرض کردم به عنوان مثال توی برنامه حین برنامه دوباره ما بخوایم اینو تکرار کنیم، یعنی یک اشتباه رو دوباره ما بخوایم بار دیگه ما اشتباه رو تکرار کنیم. ممنونم آقای گلستانی عزیز، اگر صحبت پایانی دارید با توجه اینکه زمان برنامه هم رو به اتمامه بفرمایید. بسیار باشه. خب اینو این چیزی که میخواستم بگم، عذرخواهی میکنم سخن شما رو رد کردم. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. اوجش به نظر من دوره قاجار بوده که ما در واقع ایرانی ها اعتماد به نفس فرهنگیشون از دست دادن. در دوره ناصرالدین شاه یا شاهان قاجار اینا رو میبردن اروپا، این روشنفکرای ایرانی میبردن ایران که اروپا رو ببینن، بعد بگن ببینید اروپا چقدر خوبه، پس ما باید از اینا حرف شنویم. اونجا شروعش بوده دیگه. اما در واقع این از کی شروع شد؟ همون شکستی که ایرانی ها از پرتغال خوردن. خب به نظر من این اعتماد به نفس ملی ایران از اونجا از دست رفته. ببینید در دوره قاجار هم خب بعد این همچنین یواش یواش اومد، اوجش در دوره قاجار بود که سرزمین ایران در اون زمان 6 میلیون کیلومتر مربع بوده، 4 برابر الان بوده. خب بعد ایران 3/4 از دست داده، بعد ایرانی ها یواش یواش احساس کردن که قدرتی نیستن دیگه و باید به یک قدرتی دیگه آویزون بشن و اعتماد به نفسشون اینجوری از دست رفته. به اعتقاد من جمهوری اسلامی با وجود انتقاداتی که ما داریم، حداقل از منظر قدرت سازی به یک نقطه رسیده که باید ما حالا شروع کنیم بگیم که حالا ما اعتماد به نفس مثلا خودمون رو به دست بیاریم، بگیم حالا ما قدرتی هستیم که مثل گذشته نیست که مثلا یکی قدرتی یا یک تیکه از این بکنه اون بگیره اون بگیره و کشور ما بشه مثلا یک کشور ضعیف و محدودی. بنابراین همین به اعتقاد من اینه که ما باید از این منظرم به این مسائل نگاه بکنیم. ممنونم از شما جناب آقای خسرو گلستانی، مترجم و تحلیلگر سیاسی، که امروز در برنامه حضور پیدا کردید. بسیار سپاسگزارم از شما که بعد از حدود 3 سال ما دوباره شما رو در برنامه داشتیم و بسیار استفاده کردیم از صحبت‌های شما. امیدوارم که در آینده بتونیم بیشتر شما رو در برنامه داشته باشیم و از صحبت‌های شما بیشتر بهره ببریم. از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن، از شما هم بسیار سپاسگزارم و خیلی تشکر میکنم و حتما نظراتتون و کامنت های خودتون رو برای ما بذارید، ما حتما استفاده خواهیم کرد. انتقادات و پیشنهاداتی اگر دارید حتما به ما انتقال بدید و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر.